اولین نشست مجلس نمایندگان امروز در مورد حملات اخیر بالای کابل و برخی از ولایات در شورای ملی با مقامات وزارت با وزرای دفاع ملی، داخله و امنیت ملی در پشت درهای بسته برگزار شد. با توجه به وضعیت موجود کشور، اول چی نیاز بود که این جلسه سری شد؟ دوم، برخورد مجلس نمایندگان، اعضای مجلس نمایندگان با وزرای سکتور امنیتی چی بود؟ دوم، آیا واقعا نیاز به استهزا در وضعیت موجود با وزرای سکتور امنیتی نیست؟ سلام به برنامه خط کابل خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانانم خانم مسعوده کروخی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان و همچنان آقای محب صمیم، والی پیشین پکتیکا. بسیار خوش آمدید مهمانان. خانم کروخی، جزئیات جلسه امروز چی بود؟ با درک وضعیت موجود شما دیدین که در کابل چی روی داده، چی چند روی داده خیلی خونین با وقوع پیوست و حتما شاهد عملات در ولایت هم هستین. یعنی اصل برخورد اعضای مجلس در جلسه سری با وزرای امنیتی چی بود؟ به نام خدا، با عرض سلام و احترامات خدمت والی صاحب، شما و بینندگان محترم. از آنجایی که وضعیت فعلی کشور از لحاظ ناامنی خیلی نگران کننده است به همه مردم افغانستان و خصوصا تمام نگاه ها دوخته است به مرکز افغانستان که کابل پایتخت است، در طی 20 ساعت سه حمله خونین در اینجا به وقوع پیوست که باعث نگرانی مردم و خصوصا نمایندگان افغانستان شد که اولین جلسه علنی خور با خواستن یا استجواب وزیر صاحبا و یا مسئولین سکتور امنیتی شروع کردم و یک عده از وکیل صاحبا به نمایندگی سوالات طرح کردم که مثلا عوامل ناامنی ها چی ها هست. چه گفتن مقامات امنیتی؟ متاسفانه اگر من به شما بگم، در وقتی که وزیر صاحب دفاع و داخله جواب دادم من نبودم، در اخیر وقتی که رئیس امنیت ملی پاسخ ارائه میکردم من بودم. نظر به کار عاجلی رئیس امنیت ملی چی گفت؟ یعنی چی عامل باعث از این میشه که موتر کلان با مواد انفجاری داخل کابل میشه، مردم به خاک خون میکشونن و نهادهای کشف هیچ کاری نمیکنن؟ خب اونا همون سوالاتی که نمایندگان کرده بودن به چند بخش اونا رو تقسیم کرده بودن، گفتم الله بلای سوالاتی، چون من متاسفانه به سوالات نبودم، اما جواباتی که ارائه کردم در 8 بخش اینا رو تقسیم کردم. یکی در لابلای سوالات وکیل صاحبا بوده که حتما در اینجا خلاهای استخباراتی وجود داره، و دیگه وکیل صاحبا سوالاتی کرده بودم که حتما اراده سیاسی برای مهار کردن یا جلوگیری از این همه عملیات حراس افغانا و ترور و اختناق وجود نداره، و دیگه سوالاتی کرده بودم که یعنی اقدامات شما به وقت و همزمان نیست، یعنی علاج واقع قبل از وقوع اینا همیشه صورت نمیگیره. بعد از اینکه یعنی در نهایت تصمیم مجلس چی شد؟ خب مجلس بعد از این، من چون به دو جواب از اونا نبودم، اما جواباتی که چی دادم استانگزی صاحب دادم، همون وکیل صاحبه که در همون جی بودم، همه مورد قناعت نا واقع شد و واقعیت هایی یعنی که با درک وضعیت موجود و مجموعه بله. غفلتی که صورت میگیره، حرفایی شما که مقامات نهادهای امنیتی برای شما زد قابل قناعت بود؟ شما ببینیم شرایط فعلی، اول از این که همواره سیاست داخلی یک کشور بازتاب دهنده سیاست خارجی یک کشور است. از لا بلای صحبت های هم سوال های وکیل صاحبا و هم چیزی که خود ما از تحلیل اوضاع فعلی کشور داریم، تازه هر کدوم دو روز میشه از ولایت هرات آمدم و تحلیلی که خود ما دارم، لا بلای صحبت هایی که اونها کردم، یک مسئله نمایان میکنه که این همه اختلافاتی که در سطح رهبری هست در مسائل جزئی و اندکی که نظر به شرایط فعلی و حساس بودن شرایط فعلی بسیار ناچیز است، همین اختلافات و چنزنی های دو رهبر یقینا تاثیرات منفی گذاشته و تا اندازه فرصت میده به کشورهایی که علاقمند هستم که ناامنی در افغانستان دامن بزنم. وقتی که میبینم در رده های بالا در رهبری، در سطح رهبری افغانستان وعدت نظر
وجود نداره، تصمیم گیری ها متحدانه نمیگیره، یکی یک رقم میگه، یک پیام از ریاست جمهوری و یک پیام هم از ریاست اجرائیه بیرون میایه و همیشه اینا در تناقض هستن و یکی میگه و یکی دیگه رد میکنه. این وضعیت تا اندازه هم به منطقه و به همسایه ها این پیام انداخته که اینا در اینجا اتحاد و وحدت و همبستگی نه و از طرف برای مخالفین از همین فرصت استفاده میکنم میگم و وقتی که در سطح رهبری اتحاد و وحدت نبود این پراکندگی در سکتور امنیتی هستم و چنانچه ما شاهد همین ناامنی ها فکر میکنم به نظرم همون عمل کرده تقابلی رهبرای ما هست که تاثیرات بسیار منفی روی روح و روان تمام شهر گذاشته. آقای صمیم، یعنی شما به این باور هستین که واقعا عمل کرده نهادهای امنیتی در بخش تامین امنیت شهروندان قابل قناعت باشه که امروز برای اعضای مجلس قابل قناعت بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با وقت صاحب تاسو تا او محترم وکیلی صاحب تا ټول هیوادوالو سلامونه ونیکهلی. لبدا مرغه امنیتی ځواکونه مو البته رهبری چې باید تماس ور باندې ونیسم و نه توانید چې د دښمن د دغه سي خونینو یا خطرناکو حملو مخه ونیسي، نو دا زه نه پوهېږم چې د پټو دروازو شاته به دوی څه ویلي، خو دا به هم هغه د پخوا په شان مجلس و تیر سو. دلته مهمه دا ده بابک صاحب وګورئ، دوه کاله د اوسني حکومت تیریږي، نږدې دوه کاله، په دوه کاله کې مو امنیتي ارګانونه یا امنیتي سکتور مو په دې نه ده توانېدلی چې د دښمن د دغو نویو تکتیکونو نویو حملو په وړاندې دوی یو مناسب او یو قوي برنامه او یو نوی تکتیک غوره کړي چې وکولای سو د دښمن مخه ونیسو. له بده مرغه دا دوه کاله کېږي چې په دې وطن کې څه تیریږي، څه حملې کېږي، څونه خلک شهیدانیږي په ځانګړي ډول په مرکز کابل کې. اینجا مشکل در کجاست؟ واقعا مشکل در مهره هایی است که امروز به پارلمان رفته بودن حرف می زدن و یا هم مشکل در سیستم است؟ مشکل دا ده چې دا حکومت هیڅ برنامه نه لري د امنیت د ښه کېدو لپاره، د ساتلو لپاره. هغه کیسه چې دغه څوارلس کاله یا دیارلس کاله مخکې په دې هیواد کې روانه وه، یا مثلا په دغه کمیت باندې یا په دغه ظرفیت باندې څه روان و، دلته د دښمن حملې څونه جدي سوې، څونه قوي سوې، اما په هغه حالت باندې امنیتي ځواکونه مو د دښمن په مقابل کې چلند کوي. په کار دا وه چې حکومت یا امنیتي سکتور مو له نوي تکتیک نه، له یوې مشخصې نوې برنامې نه استفاده کړې وای او د دښمن د دغسې حملاتو مخه نیول سوې وای. دښمن د اوسني حکومت له دغه اوسني وضعیت نه ښه ګټه پورته کوي. دلته اختلافونه دي، دلته خودسری وی دي، دلته خودخواهی وی دي، دلته زموږ مشران په ډیرو وړو وړو شیانو باندې بوخت دي. دوی شپه ورځ په دې کې لګیا دي چې څنګه یو مشر د ځان په نپه له هغه نه دفاع وکړي، دا بل په دې اخته ده چې څنګه د ځان په ګټه له دې بل نه دفاع وکړي. د دوی ټول وخت په دغه باندې ضایع کیږي، بنا ان دښمن قوي کیږي او دغسې حملې کوي. بابک صاحب، تیره پنجشنبه په دغه کابل کې څه شی واقع سو؟ د کوله له پشتې د تپې موضوع. تاسې باور وکړئ، له ولسمشر رانیولې چې اعلی سر قمندان ده، ډاکټر صاحب عبدالله، وزیر صاحب دفاع، وزیر صاحب داخله، دا ډېره مهمه موضوع ده، رئیس صاحب د امنیتي ملي او قمندان صاحب د ښار، یوه هم د یو مسؤل شخص پر رقم برخورد نه ده کړی، نیک وایس وای نه دا توانایي ورسره. دې ټولو زارۍ کړي دي. دلته څه حالت روان و؟ دلته بیا هغه سابقه قمندانان وو، سابقه قمنداني وې، سابقه زورواکي وې. یو به و امان الله ګذر ته زارۍ کولې، بل به و ګل حیدر ته زارۍ کولې، بل و جنرال صاحب دوستم ته زارۍ کولې. دا حکومت دغه یو حاکمیت دغه اعلی سر قمندانی ده در بخش جلوگیری از حملات تروریستی. آقای صمیم، یعنی واقعا نهادهای امنیتی در کابل توانمندی ندارن که امی مسائل حملات تروریستی را جلوگیری بکنن؟ نو که دوی توانمندی در لوده خود دی مخه بینیولی، دوی سره ما در توش هیچ برنامه نست. دغه موټر بم چې مازدا داخليږي او راځي، په یو ورځ باندې دوه یا درې بریدونه کوي، انتحاري داخليږي. مثلا که یو برید سوی، دا بل مخ خو باید نیول سوی وای. د
د شپې په 11 بجې چې یو موټر راځي او په شارینو کې چاودنه کوي په دومره مهمه امنیتی ساحه کې خدا خو معلومه ده چې د په مهار کې دوی کې پاتې راغلي. خانم کروخی، یعنی فکر نمیکنید که نیاز بر ای بره که در مورد تعویض مورهای امنیتی افغانستان واقعا تصمیم گرفته شود؟ شما توجه میکنید که در شمال هر روز ولسوالی سقوط میکنه و در اینجا در کابل آب از آب تکان نمیخوره، در جنوب همچنان ولسوالی ها سقوط میکنه، در کابل خونین ترین حملات صورت میگیره، ده ها نظامی و غیر نظامی کشته میشه، افسرهای ارشد اردو پلیس کشته میشه، اما دیدم میشه که کار کردن کار صورت نمیگیره. فکر نمیکنید که اینجا مسئولیت کلان برمیگرده به شورای ملی که واقعا تصمیم میگیره؟ شما ببینید گذشت زمان و تجربه ثابت کرده که با جابجایی افراد با یک رفتن و دیگه آمدن هیچ تغییراتی به وجود نیامده، هم در تامین امنیت نیامده و در هم در اصلاحات و ریفورم در همون وزارتخانه به وجود نیامده. در اینجا باید یک تصامیم بنیادی و اساسی گرفته شه، رای حل به وجود بیایه. تا زمانی که نیروهای امنیتی، سکتور امنیتی کاملا از سیاست جدا نشه، مطمئن باشیم که 20 سال دیگه هم وضعیت به همین منوال باشه، همین وضعیت هسته. در تمام دنیا سکتورهای امنیت از اونا کاملا بی‌طرف هستن، هیچ کار به سیاست اونا تامین امنیت میکنن و سیاسی اون کار خور میکنن. خب درست است که در اینجا نهادهای امنیتی طرف هست، اما مسئولیت شما است که باید شما ببینید تصفیه بکنید. شرایط طوری شده حاله که هر حرکتی که به وقوع میپیونده بالاتر از قانون نافذه کشور است. ما زور این قدرتمندایی که در طی از این 15 سال قدرت را مهار کردن و در انحصار خود دارم باور کنیم که نداریم. هر زمانی که ما سال دو تا رخصتی داریم، هر سال ما یکونیم، ما یک ماه و ده روز ما به می ولایت ها خوب بودیم، تمام نابسامانی‌ها از زبان مردم ما تشخیص دادیم، واقعیت ها پیدا کردیم، پرسش مشخص مطرح کردیم. یعنی نیاز در این نمیره که کنون شورای ملی بیایه از مردم رای گرفته و تصمیم میگیره در مورد نهادهای امنیتی. در همین شرایط فعلی تشکیل یک کابینه یک سال وقت گرفت. چی جنجال هایی نشد با واسطه از این که وزیر داخله و بمی واسطه تعیین چیز رئیس امنیت ملی بالاخره باز جانگیری آمد. بمی شرایط فعلی که دو رهبر همیشه در تقابل همدیگر قرار دارن و قدرت ها تقسیم هسته، به همین طور وقتی باز اگه همین وزارت های سکتوری امنیتی ما بدون رهبر باشن، باز یک سرپرست باشه، اینجا کی پاسخگوی است؟ به هیچ عنوان رای حل این نیست که باز ما تغییر بدیم و افراد دیگه بیایه. اما از کجا که باز اون افراد بهتر از اینا باشم؟ از کجا که باز اونا بدتر از اینا نباشم؟ بنابراین با تغییر افراد ما نمیتونیم هیچ تغییرات مثبت برای تامین امنیت بیاییم. باید در اینجا یک راه حل مناسبی جستجو بشه و مطمئن باشیم که بدون همکاری و همیاری مردم، هر چند هم که همین افغانستان نیروی امنیتی داشته باشه نمیتونه که امنیت تامین شه. امروز مردم رو ناراض هستم، امروز سطح زندگی مردم روستاها و قریجات دوردست بسیار اسفناک هسته. بناهن از بیتوجهی حکمت اونا با آغوش باز مخالفین میپذیرن، با وصف از این که مخالفین درد سر بری از اینا هسته. این رای حل ها جستجو کنم با عزل و نصب و برطرفی یک وزیر. فکر نمیکنید که تعویض موره مشکل حل خواهد کرد؟ یعنی به هیچ عنوان افراد متعهد خواهد آمدن. شما سعی کنید، مسئله ناامنی یک چیزی نیست که از امروز با شما در تایی یعنی شما به این بار هستین که تعویض موره کار حل نمیکنه؟ نه به هیچ عنوان، چون تجربه و گذشت زمان ثابت کرده که تعویض موره باید راه های اساسی و مهم در این راستا به یک اجماع ملی برسیم، به همکاری و همیاری هر سه قوه، تا عدالت تامین نشه، تا نظارت درست صورت نگیره و تا اجراءات منصفانه و عادلانه ارائه خدمات به مردم نشه، به هیچ عنوان نمیتونه که حکومت امنیت بیاره. شمیم فکر نمیکنید که واقعا شما موافق برین هستین که خانم کروخی میگه که تعویض موره مشکل حل نمیکنه، در حالی که دیده میشه که کلانترین مشکل از اینجا برمیخیزه؟ نه، دی وزیرانو تغییر او دی مورو تغییر مشکل نشه حل کوله. ما مخکې ویل چې دې لپاره یو واضح او کارآمده برنامه او تکتیک پکار،
دخمن لکم و تاکتیکو چه کار اخلی؟ امی برنامه را امی وزرا می سازن خو دلت خبر داده چی دی اعلی سر کماندان لخوا ورته هدایت ورکړ سی تاسو په چی شي باندې اخته یا کبل وزیر راشي هغه به هم په دې باندې اخته یا دغه په دغه حال بخته هغه زور ملا زړې تراوي ښه خبره دلته داده چی په مشخصه طرحه او برنامه باندې کار وسی چی څنګه کولای سو موږ د خاریانو د کابل د خلکو امنیت وړي څنګه کولای سو موږ د کابل خلک له ځان سره ملګری کړو تاسو باور وکړئ دغه موټر بمونه سي راځي دا داسې ډک IRC وی ل سرحد نه راوړي ل سرحد چې یا د ډیورن ل کرخي ل اخوانه خام مواد را تیریږي دلته په کابل کې په کورو کې دغه موټران ډکیږي دلته جوړیږي او بل اخره رئیسل کیږي د خلکو په منځ کې چوي انتحاریانو ته دلته په داخل د کابل کې واسکټونه جوړیږي او بل اخره ور اغوستل کیږي انتحار کوي دغه د خلکو رانیزدې کول ځان ته د خلکو همکاري ځان ته دا ډیره مهمه ده په اره کوڅه کې یو وکیل د گذر موجود ده په اره کوڅه کې مثلا په یو کوڅه کې 500 کور یا سل کور ژوند کوي د دې سلو کورو لپاره یو نفر کفایت کوي چې وګوري په دې کورو کې په دې کوڅه کې څوک تیریږي او څوک ځي او دې کور ته څوک نیوځي او دلته خلک څه کوي متاسفانه دا حکومت برنامه نه لري لا 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 یو مشخصې برنامې سره د دوی له ولس سره همغږي سي ولست لزان سره یو ځای کې نو بده دغه سی پیخو مخه ونیس که په دغه رقم روان وي چې دا روان دي که لس ځلې یو وزیر تغیر کیم هم دغه کیسه به هم دغه سی بزمو بیګنا خلک شهیدانیږي او دوی به هم پریشانه ای طبیعي خبره ده مسؤل سړی به تر موږ ډیر پریشانه ای اما په پریشانی باندې مشکل نه حل کیږي ښه خبره دلته دا ده چې یو 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 نوی تاکتیک باندې په یو نوی برنامه باندې کار وسی تر څو دښمنانو مخه ونیو اما بس قوت دشمن در ولایات و در کابل بیشتر برمیگرده به بی برنامه‌ای که شما گفتین درست است اما برنامه را هم همین وزیرا میسازه زمانی که به این پیمانه ضعف وجود داره که در مقابل وزارت دفاع در دیوار نزدیک دیوار ارگ ریاست جمهوری انفجار میشه و ده ها نفر کشته و زخمی میشه و باز هم انفجار میشه باز هم ده ها نفر کشته و زخمی در شهر نو همچنان یعنی اینجا نیروهای امنیتی خیلی بد سادگی از میگذره فکر نمیکنید که واقعا اینجا ضعف در مدیریت هم است ضعف لسره ده ما همیشه ویلی دی چې په دغه اوسنی حکومت کې ضبط په رهبری کې ضبط دوی په ډیرو وړو وړو شیانو بختی هغه شای سي د افغانستان د خلکو هغه لومړی درجه ضرورت ته هغه امنیت ته هغه سوله ده په دې کې دی ناکام راغلی او دا کار دی نسکول خانم کروخی وخت مو تمام است خیلی کوتاه بگوین که اگر وضعیت چنین ادامه پیدا بکنه واقعا شما تصمیم خود گرفتین در مورد نهادهای امنیتی و یا هم نه چرا نه منتها تا جایی که ما در جریان هستیم وزیرای که آمدم از آدرس های مشخص آمدم مداخلات بالایی ها در کار وزیرا بسیار زیاد است اکثر افراد در بخش های امنیتی که مقرر میشم یا تعیین میشم از بالا سر از اینا فشار میآیه و نظر به همو مافیایی که در درون نظام ها هست در طی 15 سال اساس گذاری شده تمام منصب های خصوصا در بخش وزارت داخله امروز امنیت هم آلوده شده اینا همه به پول خریده فروش میشه کسانی هستم که تازه فارغ میشم هنوز توانمندی کاری ندارم به یک سال دو دفعه ترفیع میکنم ما کسانی داریم که 20 سال هم کار کردم انمی وضعیت اون کسایی که انگیزه دارم روحی و تندوستی دارم روحی خدمت به مردم دارم اونا کاملا درسرد شدم وضعیت تا جایی که ما بررسی کردیم کار وزیرا هم صلاحیت آنچنانی و آزادگی ندارم هر آنچه که از بالا بر اینا دیکته شه هر وزیری که از جانب همون جریانی که او مقرر شده مجبور و مکلف است که به تمام خواسته های مشروع و نامشروع بالایی ها تمکین بکنه از این واسطه که وضعیت خیلی مبهم و پیچیده شده وزیرا هم آنقدر استقلالیتی که باید داشته باشم ندارم تا زمانی که این نگاه های سیاسی از سر سکتورهای امنیتی برداشته نشه به هیچ عنوان امنیت تامین نمیشه آخوشم این راه حل به خاطر امین مشکل کلان ناامنی در کابل و ولایت چی است؟ ز فکر کنم چی په دغه رقم باندې روان یو چې دا روان یو دغه برنامه یې دغه تکتیک یې دغه اختلافونه وي دغه مسایل یې موږ د بدبختي خواته بیایي دلته موږ سره نړیوال ستراتیژیک ملګري موجود دي موږ سره امنیتي تړون لرو د هغوی له امکاناتو نه په استفادې سره د هغوی له هوایي حمایې نه په استفادې سره
لکه څنګه چې لدوی سره پریکړه سوی فیصله سوی قرارداد لرو لغونه کامله استفاده وسی درسته ګټه پورته سی زموږ امنیتي ځواکونه په ولایاتو کې په ولسوالیو کې حمایه سی هم هوایی حمایه سی هم زمینی حمایه سی لپاره مرغ موږ اوس هر ورځ به ولسوالی له لاس ورکو بیرته چاغه ولسوالی نس موږ ډیر خوشاله یو طالب خو ولسوالی دی لپاره نه نسی چلته حکومت پکې واغې دی لپاره نسی چې دا امکانات هلته ستا غل ځان سره یوسی لپاره مرغ حکومت دې ته متوجی سی او لخبر استراتژیکو ملګرو دی اگه سی استفاده او که لکه چنگه چی قرار داد درسته. بسیار تشکر آقای سمیم و خانم کروخی از حضورتان در برنامه خط کابل امشب و شما تشکر بینده عزیز که این بحث ما تا کنون دنبال کردید. تا برنامه بعد خدا نگهدار.